22 مرداد 1358 هجوم مزدوران خمینی به ستاد مرکزی مجاهدین در تهران. در خرداد ماه 1358 خمینی برای برقراری استبداد مطلق خود با انواع بهانه‌های دجالگرانه به جای مجلس مؤسسان مجلس خبرگان آخوندی مطلوب خیش را تشکیل داد. اما روشنگری های مجاهدین پیرامون این اقدام ارتجاعی و انحصار طلبانه ماهیت ارتجاعی و ضد مردمی خمینی را به سرعت برای مردم روشن ساخت. در همان ایام نیز که مسعود رجوی در شبهای پرارج قبر در دانشگاه تهران از حکومت عدل علی علیه السلام و قانون اساسی رهایی بخش مردمی و اسلام انقلابی سخن می گفت، استقبال روزافزون مردم از مجاهدین باعث شد تا خمینی حمله هجوم‌های خود به دفاتر و ستادهای مجاهدین را شدت بخشد. در 22 مرداد همان سال و به دنبال هجوم به مراکز چند گروه سیاسی و پس از حمله به تظاهرات و راهنمایی و درگیری‌های خونین، شایع شد که برخی عناصر و گروه‌های ارتجاعی قصد حمله به ستاد جنبش ملی مجاهدین که در ساختمان بنیاد علوی در قلب تهران واقع بود را دارند. همزمان با این توطئه شایعه خلع سلاح مجاهدین نیز بر سر زبان ها افتاد و به دنبال آن رژیم خمینی گله هایی از پاسداران و مزدوران خود را در هیئت چماقداران برای هجوم به ستاد مرکزی مجاهدین روانه کرد. اما مردم و هواداران مجاهدین به سرعت خود را به بنیاد علوی رسانده در اطراف ستاد مجاهدین حلقه زدند. آنها با صفوف خود چندین حلقه حفاظتی دور تا دور ساختمان تشکیل دادند و راه نزدیک شدن به ستاد مجاهدین را بر چماقداران سد کردند. در جریان این توطئه خمینی هزاران هوادار مجاهدین به طور شبانه روزی با دست خالی و بدون سلاح به مدت چند شبانه روز از دفتر مرکزی جنبش ملی مجاهدین حفاظت نمودند. در همین ایام پدر طالقانی نیز مخالفت خود با هجوم به ستاد مجاهدین را اعلام کرد. حتی نخست وزیر وقت مهندس بازرگان نیز با این وضعیت اعلام مخالفت نمود و به این ترتیب دفاع جانانه مردم و هواداران مجاهدین توطئه خمینی را با شکست روبرو ساخت. خمینی که می‌خواست با دجالگری هجوم چماقداران خود را به نام مردم تمام کند، ناچار شد نقاب را از چهره خود کنار زده و پاسداران خود را با حکم رسمی تخلیه ستاد مجاهدین که توسط دادستانی ضد انقلاب صادر شده بود به صحنه بفرستد. در ادامه این رویارویی بالاخره مجاهدین ستاد مرکزی خود را تخلیه کرده و تحویل دادند، اما نه به چماقدارهای غیر رسمی بلکه به پاسدارها و مامورین رسمی دادستانی به اصطلاح انقلاب. و این یک افشاگری مهم عملی بر ضد ارتجاع حاکم و یک شکست و رسوایی بزرگ برای خمینی دجال و روش ننگین چماقداری او شد که روند کشتن آزادی ها را طی کرد. امری که افزایش محبوبیت مجاهدین و گسترش پایگاه اجتماعی سازمان در برابر رژیم خمینی را به دنبال آورد.